همون شبتان بخیر. امروز سه شنبه دوازده سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با سوم سپتامبر سال 2019 میلادی. با خبرهای این ساعت از آریانا نیوز و آریانا با من بسیار جای خوش آمدید. در نخستم سرخط خبرها. چگونگی حمله بر اردوگاه گرین ویلیج؟ بار است که میشه میشه از اینده سمی امریکایی من دا کم دلتا نگوارو من دا کم ختم اول دلتا گوارو. حکم زندان بر رییسان و برخی اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی. آلی میاین همی اجده رای باطل میکنن. آلی من از همی بزرگوارا پرسان میکنم میره به چی دلیل باطل کرد؟ و آتش گرفتن یک قایق غواصی در آمریکا. مشروع خبرها. اردوگاه گرین ویلیج برای پنجمین بار آماده حمله موتر به مسئولیت طالبان قرار گرفته است. در این حمله 16 تن جان باختند و 119 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدن نظامیان خارجی در این حمله تایید نشده، اما در هر پنج حمله بر این مهمانخانه باشندگان مالکی نزدیک این کمپ به شدت آسیب جانی و مالی دیدند. این باشندگان در اعتراض گسترده بخش از این کمپ و شماری از وسایط نظامیان خارجی را با آتش کشیدند و با پلیس هم درگیر شدن. شاهپور فرهمند در این گزارش ماتم و بیخانه شدن باشندگان محل در این حمله را روایت کرده است. پنجمین حمله مرگبار طالبان بر گرین ویلیج یکی از مهمترین مهمانخانه های نظامیان خارجی در کابل. حمله موتربم نتوانسته که دیوارهای کانکریتی این مهمانخانه را تخریب کند. اما بیرون از کمپ مانند این تانگ تیل ساختمان‌های زیادی را ویران کرده است. مهاجمان طالبان نخواست موتر پر از مواد انفجاریشان را در این بخشی از جاده در کنار کمپ گرین ویلیج منفجر می‌سازند و وزارت داخله گفته که پنج مهاجم دیگر قصد داشتند تا خودشان را به داخل کمپ برسانند که از سوی نیروهای امنیتی از پا در می‌آیند. نفرام چندین بار است که میشه از اینده سمی امریکایی. نیروهای امنیتی دوشنبه شب برای مهار این حمله طالبان تلاش کردند، اما بامداد روز سه شنبه برای مهار اعتراضهای باشندگان محل موفق نشدند. اعتراضهایی که به خشونت کشیده شد. شعار معترضین بیرون کشیدن این مکان نظامی از محل غیر نظامی است. من دا کم دلتا نگوارو، من دا کم ختم اول دلتا گوارو. معترضان نیروهای ضد آتش را تا ساعت 12 روز سه‌شنبه اجازه مهار آتش سوزی را ندادند. طرف شما با کلی عریق خاموش کردیم، ولی بعد از اینکه این برادرای نمی جوانا خشونت کردند، عریق به وجود آمد. کمی دورتر به چند خانه باشندگان این محل سر می‌زنم که در پنج حمله بر این مهمانخانه آسیب جانی و مالی شدید دیدند. زما ورور و زما رواندار و زما وریرونه و زما وراره و پکې دلته ټول دا ته کسانو دلته دا کوټه ټوله کېناستله. پلار هم دننه، والد صاحب هم دننه، دلته مور هم بهر وه. شما خو پنج نفر زخمی شده و خساره خو شما خودت میبینین که خانه به حال شده. طالبان در حال بزرگترین مهمانخانه نظامیان خارجی در کابل را آماج قرار دادند که نمایندگان آمریکا و طالبان در آستانه یک توافق صلح قرار دارند که در نخستین اقدام آن خشونت‌ها در ولایت‌های کابل و پروان کاهش خواهد یافت. بیشتر قربانیان حمله موتربم در نزدیک مهمانخانه گرین ویلیج زنان و کودکان بودند. شماری از زخمیان این رویداد میگویند در چند سال گذشته چندین بار هنگام حمله بر این مهمانخانه زخمی شده و حتی نزدیکانشان را از دست دادند. آنان از طرفهای درگیر میخواهند تا به کشتار مردم بیگناه در کشور پایان و برای رسیدن به صلح واقعی تلاش کنند. سمی جهش گزارش میدهد. کسی خواب و کسی بیدار بود که انفجار نیرومند آرامش شهر را برهم زد. صدای آژیر آمبولانس ها همه را سراسیمه می کنند. شدت انفجار در برابر میمانخانه گرین ویلیج تا حدی بود دورتر از محل هم غیر نظامیان قربانی شدند. کسی سر، کسی دست، کسی پا و یا هم بخش دیگر از وجودشان زخم برداشته و دنبال رفتن به بیمارستانند. بیشتر زخمیان به بیمارستان وزیر اکبر خان و ایمرجنسی منتقل شدند که وضعیت خوب ندارند. تختی پشتن زخمی شده، یک ذره سرم دستم
داشتی زخمی شده؟ امی دروازه چپه شد، شیشه مایده شد، کلش اتاقا چپه شد. در طول دل تر آقل در طول زخمین دل تر آگستی دی. آر یو سره در کور نپینزه و شپاگ و لس کسان زخمی دی. طول در کارون نستلی راغلی ملاستی و درازی ور کو آقا دی. کور می چپه شروع را و کسان تا کسان زماد کور لاد چت لاندی شولم. امان الله نام دارد و در چند سال گذشته برای سیومین بار است که در نتیجه حمله بر میمانخانه گرین ویلیج زخمی می شود. او که نانآور خانواده 15 نفری است می گوید انفجار و انتحاری او را خسته کرده و با آینده فرزندانش نگران است. بس کنه این امی کار بس از دیگه. امی یک صلح بیاره به خدا ما از حکمتم خواهش میکنیم. از گروه که کار میکنه از اون خواهش میکنیم که بس از دیگه. خسته شدیم این امی دویم سیوم در پس که ما اونجا زخمی شدیم. زنان و کودکان هم بیشتر قربانیان این روی دادن. انتحاری شد دیگه نفهمیدیم. تمام اتاقای ما دیگه خانه ما دو منزل کلش ریخته با. بیشتر به شکل فامیلی هستن اینا هم و حادثه بسیار بزرگ بوده از سر انفجار شدت انفجار بیشتر شیشه هاست و پارچه هاست و داخل خانه هم چیزایی که ریخته سرشان بیشتر این حمله با واکنش های جهانی نیز روبرو شده و شماره از کشورهای جهان و سازمان ملل از تلفات غیر نظامیان در رویدادهای حراستگرانه در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این تراکتور پر از مواد انفجاری چگونه تا درب ورودی مهمانخانه گرین ویلیج رسیده است؟ چطور چندین است بازرسی گزمه‌های سیار و استفاده از دوربین‌های مداربسته نتوانستند جلوی این رخداد را بگیرند؟ آیا تحریزیه حملات مشابه تجربه برای نظامیان نشده است؟ پاسخ این پرسش‌ها در گزارش از همکارم علی اصغری. حمله موتربم که صداش در همه شهر کابل پیچید. این حمله با یک تراکتور تحریزی شده بود. اما چگونه این تراکتور پر از مواد انفجاری از چندین ایست بازرسی و از چشم گزمه های سیار گذشته و چند دقیقه کمتر از ساعت 10 شب از سمت دروازه ننگرهار در جاده پل چرخی وارد کابل می شود. سپس به سرک قابل‌بای رفته و در برابر مهمانخانه گرین ویلیج خودش را منفجر می کند. چند لحظه بعد از شدت انفجار یک تانک تیل در نزدیکی محل رخداد هم آتش می‌گیرد. نظر به گزارش‌های اولیه، 5 مهاجم نیم ساعت پس از انفجار وارد محل می‌شوند و به درگیری با نیروهای امنیتی می‌پردازند. پلیس می‌گوید قضیه را به گونه‌ای جدی بررسی می‌کنند که این حمله چگونه و چطوری رخ داده است. غفلت در کدام نقطه صورت گرفته تا یک تراکتور مملو از مواد انفجاری به این محل برسد. هر کسی که تحلیل کرده باشد این بخش، یعنی این تراکتور از کجا آمد ایره ما بررسی میکنیم، از کدام چک پوینت تیر شد ایره بررسی میکنیم. در کابل چندین بالون بررسی و صدها دوربین مداربسته در بخش های شهر وجود دارد. دروازه های ورودی در پایتخت مجهز با اسکنرهای مدرن و به شدت تحت کنترل است. با آن اتفاق چنین رخدادها برای کابلیان پذیرفتنی نیست. وقتی که این نیروهای کشفی ما از این خبر داره، پس سوال اینجاست که این از موجودیت از آیا در کجا هستن چرا آگاهی نداره؟ از این دست رخدادهای وسیع بار در کابل اتفاق افتاده است که همه آن در پی کمکاری های نیروهای نظامی گفته می شود. آگاهان می گویند عملیات های تازه امنیت ملی برای تصفیه و تلاشی شهر کابل نمایشی بود است و در حال حاضر هم نهادهای استخباراتی خوابند. رییسان پیشین کمیسیون های انتخاباتی و 8 عضو این کمیسیون ها محکوم به زندان شدند. دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تمام اعضا و رئیس کمیسیون انتخابات و همچنان رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی با 2 عضو این کمیسیون را به اتهام تغییر در فرم های نتایج ولایت کنر به 5 سال زندان محکوم کرد. رئیس پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی میگوید موارد زیادی برای افشا نزدش موجود. گزارش از همکارم دیانا سمدی. در اینجا تمامی اعضای پیشین کمیسیون انتخابات، رئیس و 2 عضو پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس پیشین مرکز تکنولوژی معلوماتی این کمیسیون به اتهام تغییر غیرقانونی در فرم‌های نتایج انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کنر به دادگاه فراخوانده شدند.
کمی اجده رای تایید است در بلاشماری روان کردن سهر گذاشتن. حالا میاین همی اجده رای باطل میکنن. حالا ما از همین بزرگوارا پرسان میکنم میره به چی دلیل باطل کردیم؟ اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی اما تاکید دارند که ملامت نیستند و در صورت محکوم شدن رازهای زیاد را افشا خواهند کرد. عقبی پرده را وقت نیست جایی جا قاضی سبکی باز کنم. از اینجا که خلاص شدیم باز اگر لازم شد رسانه های محترم کانفرانسی مطبوعاتی خود را ما خواهد داشتیم. در دو نیم هزار کاندید دو کاندید دو سه شبک به محکمه آوردیم. این تبانی گفتم میشه اگر ما تبانی را اجازه بدیم به نفس خود اجازه نمیدیم که شما را به تبانی متهم کنیم. آیا در 21000 محل 4 محل به محکمه آمده؟ چرا؟ خودش یک سوال برانگیز است. سرانجام دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، رئیس و 6 عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس و 2 عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را در پیوند به ابطال غیرقانونی آرای یک نامزد مجلس نمایندگان ولایت کنر را به 5 سال زندان محکوم کرد و رئیس پیشین دبیرخانه و مرکز تکنولوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات را برائت داد. ماده 432 کد جزا با نظر داشته ماده 59 و 435 کد مذکور هر کدامتان را با مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم مجازات نمودیم. دادگاه میگوید که فیصله آنان نهایی نیست. این در حالی است که اتهام های دیگر از تقلب و تخطی در انتخابات مجلس نمایندگان نیز بر اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی وارد است. تهران به نتیجه مذاکرات آمریکا با طالبان خوشبین نیست. وزیر خارجه ایران میگوید که تنها راه حل صلح‌آمیز منازعه افغانستان گفتگو بین طرف‌های افغانی است. جواد ظریف تاکید می‌ورزد که تهران از حضور گسترده داعش در افغانستان و سوءاستفاده‌های کوتاه‌مدت سیاسی آمریکا از افغانستان نگران است. همزمان با این شورای عالی صلح و برخی سیاستگران در کابل میگویند که زلمه خلیزاد در دیدار با آنان هیچ بخشی از متن توافقنامه آمریکا با طالبان را فاش نکرده و تنها گفته که هیئت افغانی آمده مذاکره با طالبان همزمان با امضای توافقنامه آمریکا باشد. باعث حیات گزارش می‌دهد. پس از دیدار با همتای روسش مقابل دوربین رسانه‌ها حاضر شده. بخشی از گفتگوی جواد ظریف با سرگی لاوروف در مسکو متمرکز بر وضعیت افغانستان بوده است. وزیر خارجه ایران اینجا میگوید که تهران به نتیجه مذاکرات آمریکا با طالبان خوشبین نیست و زمان جنگ افغانستان به حل صلح‌آمیز می انجامد که طرف‌های افغانی خود روی آینده افغانستان تصمیم بگیرند. ظاهرا تهران از آنچه که در افغانستان میگذرد و آمریکا هم یک طرف معامله است به شدت نگران است. حضور گسترده داعش در افغانستان و همینطور سوء استفاده هایی که امروز در افغانستان میشه برای اهداف کوتاه مدت سیاسی ایالات متحده، اینها نگرانی هایی رو ایجاد کرده. در کابل اما زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با متن توافقنامه واشنگتن و طالبان آمده است. آقای خلیلزاد در کنار رهبران حکومت با سیاستگران هم دیدارهایی داشتند اما هیچ نقطه از متن توافقنامه را برای سیاسیون فاش نکرده و آن را یک روز مهم خوانده است. روی کاغذ موافقه رسیده بعد از امضای رئیس جمهوری آمریکا، البته تطبیق میشه، امضا میشه، ولیکن او جزئیات که بعد میگفت نگفت. زلمه خلیلزاد در سفارت آمریکا با رهبری شورای عالی صلح هم دیدار کرده اما با پرسش های آنان درباره زمانبندی خروج نیروهای خارجی با دیگر جزئیات توافقنامه پاسخ نداده اما گفته که مذاکرات میان افغان ها در پی امضای توافقنامه آمریکا با طالبان آغاز خواهد شد، آن هم در آینده خیلی نزدیک. متصل ما شاید وقت نزدیک معاهده ما امضا شوه و این هیئت باید به امر طالبان بشینه سر مسائل گپ بزنه. سیاستگران میگویند که آقای خلیلزاد برای آنان گفته که اگر مذاکرات میان افغان‌ها با طالبان زودتر به نتیجه نرسد، آمریکا مانع برگزاری انتخابات نخواهد بود. اما اگر مذاکرات به نتیجه برسد، چشم انداز طرف‌ها به تأخیر بردن انتخابات ششم میزان است. ادامه خبرها پس از یک میان برنامه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. هم توجه کنید به چند رویداد مهم از جهان.
پس از آتش گرفتن قایق غواصی در کالیفرنیای آمریکا شمار زیادی مفقود هستند. گارد ساحلی این کشور میگوید که در پی غرق شدن قایقی که در سواحل ایالات کالیفرنیا دچار عریق شد، اجساد 4 نفر پیدا شده اما 29 نفر دیگر مفقود هستند. آتش سوزی در ساعت نخست صبح دوشنبه آغاز شد در حالی که قایق فقط در چند متری جزیره ساناتا کروز لنگر انداخته بود. از اثر طوفان و سیلاب‌ها در جزایر باهاما در آمریکا 5 تن کشته شدند و 21 تن دیگر زخم برداشتند. گزارش‌ها که از آن است که این طوفان افزون بر تلفات، خسارات انگفت مالی را نیز در پی داشته است. مقام‌ها در جزایر باهاما گفتند که از اثر شدت طوفان سقف شماری از خانه‌ها فرو ریخته است. آنان این طوفان را بی پیشینه خوانده و گفتند که با فاجعه روبرو شدند. باهاما شامل جزایری در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا در آب‌های دریای اتلانتیک شمالی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی در مجلس شورای اسلامی این کشور گفته که تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا در هیچ مقطعی نداشته و ندارد. او افزوده که سیاست‌های ایران را آیت الله خامنه ای مشخص می‌کند، اما مسیر واحدی را می‌پیمایند و در مسائل ملی اختلافی وجود ندارد. آیت الله خامنه ای تا اکنون بارها مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و گفتگو با دولت دونالد ترامپ را مضاعف خوانده است. خبرهای اقتصادی پس از وقفه تقدیمتان می‌گردد. با خبرهای اقتصادی خوش آمدید. نمایشگاه زیر نام تکنولوژی و مخابرات امروز در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه 3 روزه افزون بر شرکت‌های مخابراتی داخلی، شماری از شرکت‌های مخابراتی ایران نیز سلولات خود را به نمایش گذاشتند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که در بخش مخابرات برای سرمایه‌گذاری فرصت‌های خوبی مهیا است. شماره از شرکت‌های افغانی و ایرانی در اینجا تولیدات و شیوه‌های ارائه خدمات مخابراتی را به نمایش گذاشته‌اند. بر اساس معلومات اداره تنظیم خدمات مخابراتی، در بخش خدمات مخابراتی سرمایه‌گذاری‌های زیاد صورت گرفته و در بخش خایبر نوری 60 شرکت دیگر جواز گرفته‌اند. در افغانستان هم رقم که مستحضر هستید، 5 شرکت مخابراتی داریم که در سطح ملی خدمات عرضه می‌کنند و در سطح شرکت های آی اس بی هم تعداد زیادی را جواز فعالیت دارند و در سطح ملی بیش از 60 جواز عرضه شده و شرکت ها در خدمات در شهروندان عرضه می کنند و بیشتر از 20 میلیون سابسکرایبر موجود است که از خدمات مخابراتی مخصوصا استفاده می کنند. سفیر ایران در افغانستان میگوید که ظرفیت‌های خوبی در هر دو کشور وجود دارد که برای رشد روابط از آنها باید استفاده شود. این نمایشگاه یک نقطه آغاز باشه و ما شاهد این باشیم که استمرار این قبیل تعاملات در قالب‌های مختلف رو هم در افغانستان و هم در ایران بین به ویژه بخش‌های خصوصی دو طرف شاهد باشیم. شماره از مسئولان شرکت‌هایی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند میگویند که برگزاری این چنین نمایشگاه ها سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد. فروشات ما بهتر شده و همچنان مشتریای ما پیش ما راضی است. به نظر من مشکلی که وجود داره اینی که ما تصویر درستی از وضعیت سرمایه گذاری تو افغانستان نداشتیم. این سفر رو که اومدیم خیلی برامون جالب بود که سرمایه گذاری خیلی آسون هست تو افغانستان و خیلی از محدودیت ها و ممنوعیت هایی که تو کشورهای دیگه هستش ما اینجا نداریم. بر اساس معلومات وزارت مخابرات در بخش تکنولوژی معلوماتی و فایبر نوری بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. منبع افزوده که برای ارائه خدمات بهتر تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی فرصت های خوب دیگری برای سرمایه گذاری وجود دارد. اکنون توجه کنید به نرخ ارزها در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 95 پول، 1000 کلدار پاکستانی 498 افغانی و 1000 کلدار هندی 1100 افغانی. اکنون توجه کنید به وضعیت هوایی فردا.
کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. و غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. خبرهای 8 شب هم در همین جا به پایان می‌رسد. سپاس از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.